ایتالیا با راهندازی مراکز فراساحلی بازداشت مهاجران در آلبانی طرحی جنجالی را عملیاتی کرد که با احتراز شدید گروه های حقوق بشری مواجه شده و آن را نقض حقوق پناهجویان می داند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. مراکز فراساحلی بازداشت و نگهداری مهاجران غیرقانونی که به گوانتاناموی ایتالیا معروف شدند در آلبانی آماده بهره برداری شد. به گفته سفیر ایتالیا در تیرانا این مراکز پس از ماها تأخیر و مشکلات لوجستیکی به منظور نگهداری پناهجویانی که ایتالیا از پذیرش آنان خودداری کرده راه اندازی شده است. بر اساس توافقی که در سال 2023 میان ایتالیا و آلبانی منعقد شد سالانه تا 36 هزار مهاجر مرد که در آبهای بین المللی متوقف شدند به این مراکز منتقل می شوند. این اقدام به اعتراض شدید گروه های حقوق بشری و سیاستمداران مخالف دولت ایتالیا روبرو شده است. آنها این توافق را غیر انسانی و غیر قانونی توصیف کرده و هشدار دادند که این مراکز می تواند به نقض حقوق اساسی پناهجویان منجر شود. فدریکا بورلیزی، وکیل یک نهاد حقوق بشری، این مراکز را به گوانتاناموی ایتالیا تشبیه کرده است. این نامگذاری اشاره به بازداشتگاهی است که در آن مزنونان تروریستی بدون محاکمه، زندانی و تحت شکنجه قرار می گرفتند. منتقدان این طرح معتقدند که انتقال پناهجویان به مکانی خارج از مرزهای ایتالیا نظارت بر شرایط نگهداری آنان را دشوار کرده و آنها از دسترسی به کمکهای قانونی محروم می شوند. با وجود این انتقادات دولت ایتالیا این طرح را اقدامی ضروری برای کاهش فشار بر مراکز پناهجویان داخلی و منصرف کردن مهاجران از ورود غیرقانونی به این کشور ضروری می‌داند.